شماری از نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در چهل و دومین نشست این شورا در شهر ژنو نقض حقوق بشر توسط و حکومت آل خلیفه در بحرین را محکوم کردند. حاضران در این نشست از پادشاهی بحرین خواستند که قوانین ملی و بین المللی حقوق بشر را حفظ نموده و حق آزادی بیان و اجتماعات آزاد را فراهم کند. در همین حال نماینده جمهوری چک آخرین اعدام در بحرین به همچنین استفاده منامه از چکنجه و محاکمه های ناعادلانه را شدیداً محکوم کرد لازم به یادآوری است در تاریخ 25 جولای علی العرب و احمد الملالی دو جوان شیعه بحرینی به اتهام اقدامات تروریستی اعدام شدند پنجاه نفر از دیگر فعالان بحرینی نیز به همین اتهام در زندان ها منتظر حکم خود هستند پیش از این سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر گفته بود حکومت بهرین بسیاری به از زندانیان سیاسی خود را مجبور به اعترافهای های دروغی می کند و یا مدارک جلی را در دادگاه های فرمایشی ارائه می نماید تا بتواند مخالفان و منتقدان خود را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب نماید